جمله مهمترین حسابی است که ما در داخل اینترنت داریم و ازش استفاده میکنیم. پس گاهگاه شاید شما هم دیده باشین که از بعضی از دوست‌ها ایمیل آدرس‌هایشان هک میشن که در داخل ایمیل آدرس‌هایشان امکان داره که زیادی از معلومات‌های خصوصی خود را جای داده باشند یا هم ایمیل‌های خصوصی هم را با اشخاص مختلف داشته باشند. امکان داره که اکانت‌های مختلفشان را هم را با ایمیل آدرسشان وصل کرده باشند و ده‌ها موارد دیگر. خب پس داشتن یک ایمیل آدرس با امنیت بالا یکی از مهم‌ترین چیزهایی است که ما همه شما برش نیاز داریم. خب پس در ویدیو امروزی برای شما می‌خوایم که این آموزش بدم که شما چگونه میتونین که یک ایمیل آدرس با امنیت خوبتر و عالی بسازین، یا هم اگر یک ایمیل آدرس فعلا خودتان دارین چگونه میتونین که امنیت ایمیل آدرستون رو ببرین بالاتر. و خب اگر شما می‌خواید در موردش معلومات حاصل بکنین و ایمیل آدرستون براتون مهم است، حتما تا ختم از ویدیو ما را همراهی بکنین. خب دوستان عزیز، در قدم اول بیاین تا ای که یک حساب جیمیل یا هم یک گوگل اکاونت آماده بسازیم. خب یک تب نو باز میکنیم، در داخل از این نوشته میکنیم جیمیل ساین اپ. روی از ای که کلیک کردیم در این قسمت یک لینک برای ما باز میشه به نام create a gmail account. ای را باز میکنیم و روی از ای دکمه سرخ create an account کلیک میکنیم. خب مثل یک فرم است، خانه پوری میشه، بسیار ساده و آسان. در قدم اول شما مینو فرست نیمتان را نوشته میکنین، به طور مثال من میگذارم احمد ولید. لست نیم را هم نوشته میکنین، خب نوشته میکنیم هوشمند. بخش دوم مربوط میشه به یوزر نیم که در این قسمت شما باید یک یوزر نیم نوشته بکنین که امو بعدن ایمیل آدرس شما میشه و یک چیزی را باید نوشته بکنین که نو باشه. اگر نو یا هم جدید نباشه باز بعدش هم خود از امی گوگل قبولش نمیکنه. خب او را هم تبدیل میسازیم بعدن، ببینیم فعلا قبولش نکرده. پسورد هم به شکل براش انتخاب میکنیم احمد@5050 کار انجام دادیم. خب به خاطر از دیگه یوزر نیم را قبول نکرده، بیاین که کمک تغییرات در یوزر نیم خود وارد بکنیم. خب به طور مثال این قسمت دوباره ای را پس پاک میکنیم، اثر بیاین یک یوزر نیم نو نشته میسازیم احمد. و تخیبش نشته میکنیم hoshman.walid@gmail.com. یک یوزر نیمی است که فکر کنم شاید گوگل قبولش بکنم. خب این کار را که انجام دادیم فعلا تکمیل است. میریم روی گزینه نیکس کلیک میکنیم. زمانی که را قبول بکنه از پیش شما یک شماره تلفن میخواه، به خاطر از اینکه امی اکاونت جیمیل شما را همراه با این امی شماره موبایل وصل بسازه. خب شماره خودم به شکل وارد میکنیم، بازم میام روی نیکس کلیک میکنیم و در این قسمت هم به خاطر از اینکه نمبر شما رو تایید بکنه، در امو سیم کارتی که شما انتخاب کردین یک کد را ارسال میکنن که خب در ظرف 20 ثانیه او کد برای شما ارسال میشه که بر ما هم رسید و میاییم و به این شکل او کد رو وارد میکنیم و میریم روی وریفای کلیک میکنیم. این قسمت هم آپشنه که برای ما باز میشه به نام ریکاوری ایمیل آدرس. فعلا این را خالی میگذاریم، بعدا در تنظیمات دیگه باز را پس تنظیم میسازیم. سال تولد هم انتخاب میکنیم، روز و ماهش هم انتخاب میکنیم، جنسیت خود هم انتخاب میکنیم و بازم میریم روی نیکس کلیک میکنیم. از ما بعضی از مشخصات های دیگه در مورد نمبر ما میخواد. خب به خاطر آسانی کار رو اسکیپ میکنیم و هم قوانین خود گوگل است، با اینا کار نداریم و میریم روی آی اگری کلیک میکنیم. به می سادگی و آسانی شما تماشا کرده میتونید که ما در قدم اول تانستیم که گوگل اکاونت خود را آماده بسازیم و به می راحتی میشه که شما در داخل وبسایت ها یک اکاونت جیمیل براتون آماده بسازیم. خب وارد این رقم یک صفحه شما میشین و ای هم از همه تنظیمات که شما میتونین از گوگل اکاونتتان را در این قسمت داشته باشین. خب میریم و بعضی از تنظیمات های مهمی هم که در اینجا وجود داره را حالا برای شما معرفی میکنیم. خب بخش اولی که وجود داره به نام Personal Info یا Personal Information، در اینجا همه معلومات های شخصی شما اضافه میشه که برای شما نشان میده شماره موبایلتان چی است، نمبر که اضافه کردین چی است، آدرس و اینا رو اگر خواسته باشین تنظیم میکنین، پسوردتان در موردش معلومات میده و پروفایل پیکچر هم حتی از این قسمت میتونین اضافه بکنین. بخش بعدی که مربوط میشه به دیتا اند پرایویسی، چون ما فعلا در داخل از دیتا نداریم و به ایم کار نمیگیریم، مهمترین بخش میایم روی سکیوریتی کلیک میکنیم. در این قسمت شما ببینین یک آپشن در اینجا وجود داره به نام 2-step verification. به خاطر از اینکه یک ایمیل آدرس معتبر داشته باشین و معتبرش بسازین، شما مجبور هستین که 2-step verification رو در این قسمت فعال بکنین و این به این شکل همراه با شماره موبایلتان شما میتونین که وصل بسازین. به این معنا که شماره موبایل نوشته میکنین، بعدش هم میان روی نیکس کلیک میکنین، فعلا در شماره موبایل شما یک کد روان میکنه، او کد اینجا وارد میکنین و زمانی که شما
two-step verification را در داخل اکاونتتان فعال می سازین. این به این معنی است که زمانی که شما پسورد خود ایمیل آدرستان را وارد بکنین تا ای که کد که دینمی نمبر ارسال نشه را شما وارد نکنین وارد جیمیلتان نمیشه. بر علاوه از اون به خاطر از اینکه شما اگر موبایلتان در دسترس نداشته باشین بکاپ کد ها اینجا وجود داره، میتونین بیان روی گت بکاپ کد کلیک بکنین و دادونه بکاپ کد را برای شما میده، در صورتی که شما موبایلتان را هم در دسترس نداشته باشین از این دادونه هر کدامشان را یک بار از بجای پن تو استپ وریفیکیشن هم شما میتونین که استفاده بکنین. از این قسمت هم خوب است که اگه اسکرین شاتش شما داشته باشین. خوبی است از تنظیمات اولی که شما میتونین در قسمت اضافه بکنین اتنتیکیتر اپ امرا با سکیوریتی کی را فعلا کار نمیگیریم، امی تو استپ وریفیکیشن را در قسمت فعال میکنیم و بس. موضوع دیگه هم است که از این قسمت شما میتونین حتی پسورد خودت را هم تبدیل بسازین، که خب پسورد را ما پیشتر نو جور کردیم فعلا او کار نداریم. به این شکل هم میتونین از این قسمت پروفایل هم اضافه بسازین. و کار دیگه را که فعلا ما انجام میدیم است که در داخل خود از این امی اکاونت ما میخواییم که یک دانه ریکاوری ایمیل همچنان اضافه بکنیم. خب به خاطر از اینکه شما ریکاوری ایمیل را بخواین در داخل اکاونتتون اضافه بکنین، میرین روی سیکیوریتی به شکل کلیک میکنین، ماین پایینتر ببینین آپشن به نام ریکاوری ایمیل در قسمت وجود داره. میرین روی زی کلیک میکنین، ایمیل آدرس که شما دارین در میرین در اینجا نوشته میکنین، ایمیل آدرس که نوشته کردین در او ایمیل آدرس یک کود ارسال میشه. بعد از او باورد کردن از امو کود در قسمت شما میتونین که ایمیل آدرس هم به اکاونتتون اضافه بکنین. یعنی خوب است که اکاونت جیمیل خود را که وقت می سازیم هم داشت تو استپ وریفیکیشن را فعال داشته باشیم و هم به خاطر از اینکه اکاونت ما معتبر شوه و اگر مشکل برش ایجاد میشه دوباره پس بتونیم بعد دستش بیاریم، حتما شما باید یک ریکاوری ایمیل هم به داخل اکاونتتون اضافه بکنید. و با همین تنظیمات هایی که امروز براتون گفتم نسبتا یک ایمیل با امنیت بالاتر میتونید داشته باشین و امکان کمی از این میره که ایمیلتون خراب شوه. دوستان عزیز، این هم بود از ویدیو امروزی ما. امیدوار هستم که از این شکل ویدیوهایی را که براتون آماده می‌سازیم به میل دلتان بوده باشه و لذت کامل را از ویدیوهای ما برده باشین. اگر همین شکل است خیلی خوشحال میشیم که در داخل کانال سابسکرایب بکنین و حتما ویدیوهای ما را هم بر دوستان دیگه تان شریک بسازین. بس دیگه با ویدیوهای جدید می‌بینیمتان. فعلا وقتتان خوش. Wow.